پیپر ویو فاستلین 2021 آخرین و یوزلس ترین پیپر ویو قبل از رسلمنیا 37. دلیل وجود این پیپر ویو بعد از الیمینیشن چمبر به هیچ عنوان منطقی نیست و تمام اتفاقاتی که در این پیپر ویو رخ داد میتونست تو شوهای هفتگی این کمپانی هم رخ بده، چرا که مثلا ما تو مسیر رسلمنیاییم و تنها به نظرم برای هدر دادن وقت این پیپر ویو به وجود اومد. و توی کیکاف همونطور که توی ویدیو قبلی در مورد چارلی صحبت کردم، کیلا رو جایگزین چارلی کردن و کار چارلی با کمپانی WWE به اتمام رسید و شاید دیگه عجیب نباشه، اما چارلی روابط و دوستای توی AEW داره و ممکنه اونجا بتونه به فعالیتش ادامه بده، اما تا زمانی که قراردادش با کمپانی WWE تموم نشده هیچ کاری نمیتونه بکنه و حرفی نمیتونه بزنه. کمپانی WWE یه مهره خوب دیگر رو از دست داد و بعید میدونم بتونه حالا یکی رو جایگزینش کنه. توی کیکاف مصطفی علی لیدر رتریبیوشن با ردل سر کمربند یونایتد استیت مسابقه داد که توی این مسابقه مصطفی علی شکست خورد و سر اعضای گروهش داد زد که این اتفاق باعث میشه میایم یا رکانینگ جلوی مصطفی علی بیس و گروه رو ترک میکنه و بعد هم اسلب جک از رینگ خارج میشه و میس و تیبار هم دابل چوکسلم به علی میزنن و گروه رتریبیوشن از هم میپاشه. این گروه 21 سپتامبر 2020 شکل گرفت و 21 مارس 2021 هم از هم پاشید و کلن 6 ماه دوم آورد. گروهی که من به شخص دوست داشتم مثل گروه دیکس عمل کنه و با وینس مکمن درگیر بشه، یه گروه لوزری با ماسکای مسخره که اصلا معلوم نیست برای چی به وجود اومدن شکل میگیره. گروه رتریبیوشن هیچ مومنت به یادموندنی تو دوره فعالیتشون به وجود نیاورد و تبدیل شدن به 5 کشتیگیری که هیچ آینده درست حسابی نمیشه براشون حتی حدس زد. اما پوینت مثبتش اینه که رتریبیوشن از هم پاشید و جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعت. کیکاف یک ساعته تموم میشه و اولین مسابقه شوی اصلی فستلین 2021 مسابقه سر کمربندان تکتیم زنان بین قهرمانان این کمربندان یعنی شینا و نایا در مقابل ساشا و بیانکا. یک مسابقه تکراری با نتیجه تکراری و یه فیود ابر مزخرف. همونطور که میدونید بیانکا برنده مسابقه رویال رامبل 2021 شد و حریفش ساشا بانکس رو سر کمربند زنان اسمکداون در رسلمینیا چالش کرده. پس ما باید از رویال رامبل تا رسل فیود و درگیری چه کشتیگیرانی رو ببینیم؟ بله، بیانکا در مقابل ساشا. حالا اینا میتونستن تو روند مسابقات هم دخالت کنن یا همدیگر رو اذیت کنن یا حتی توی بک استیج جوری به جون هم بیفتن که مصدوم بشن، اما چی شد؟ تهش تو همین پیپر ویو ساشا یه سیلی زد زیر گوش بیانکا. واقعا درک نمیکنم چرا این دوتا که باید توی رسلمنیا در مقابل هم مسابقه بدن تیمشون کردن و در مقابل نایا و شینا نه یک بار بلکه بارها و بارها قرارشون دادن و هی باختن و از اون بدتر یکی به نام ریجنالد انداختن وسط که اصلا معلوم نیست این چی میخواد، هدفش چیه؟ اول ساقی کارملا بود، بعد اومد طرف ساشا، بعد میخواست روی بیانکا کار کنه که بیانکا با موهاش ترتیبشو داد، بعد الان آویزون نایا و شیناه. داستان این بشر رو اگه متوجه میشید توی کامنت به منم بگید. در کل این مسابقه نشون از ضعف کمپانیه که یه تکتیم زن درست حسابی نداره که سر کمربندانی که به وجود آوردن مسابقه بدن. مسابقه بعدی سر کمربند اینترکانتیننتال بین بیگ ای و آپولو کروز برگزار شد و بیگ ای تونست از عنوان قهرمانیش دفاع کنه، اما بعد از اتمام مسابقه آپولو به بیگ ای حمله میکنه و حسابی از خجالت بیگ ای در میاد و آخر مسابقه این دو زمانی که آپولو بیگ ای رو رول میکنه و داور شروع به شمارش میکنه، بیگ ای شونه‌های خودش رو بالا میگیره و دست و پاهاش روی بدن آپولو قرار میگیره و داور شروع به شمارش میکنه و بدون هیچ اشتباهی کارش رو انجام میده و بیگ ای به عنوان قهرمان کمربند اینترکانتیننتال باقی میمونه و این حمله بعد از مسابقه به معنی ادامه درگیری این دو تاست و ممکنه ما توی رسلمنیا قهرمان جدید کمربند اینترکانتیننتال یعنی آپولو کروز که تم آفریقایی زده داشته باشیم. این مسابقه و این فیود فیودیه که درست حسابی شکل گرفته و همینطوری علابختکی
نبوده. مسابقه بعدی قرار بود که استرومن در مقابل شین مکمن باشه که شین مکمن خودش رو به مصونیت میزنه و الایس رو جایگزین خودش میکنه و استرومن در مقابل الیاس یا الایس شما قرار میگیره و بران استرومن برنده مسابقه میشه. هیچ حرفی در مورد این مسابقه ندارم. یه مسابقه وقت پرکن مسخره. سیت رولینز در مقابل شینسکه ناکامورا نوع مسابقه معمولی. این مسابقه مسابقه خوبی بود و جز درگیری های جدید به حساب میاد و پیشنهاد میکنم که این مسابقه رو ببینید و در آخر مسابقه سیت رولینز خلاقیت به خرج میده و یه حرکت زیبا اجرا میکنه و بعد با زدن کورب استامپ کار ناکامورا رو به سادگی تموم میکنه. امیدواریم که این درگیری اینجا تموم نشه و ما درگیری این دوتا رو بیشتر ببینیم، اما با این تفاوت که نوع مسابقه شون معمولی نباشه و ناکامورا بتونه خودی نشون بده. اعلام میشه که ریا ریپلی در برند را دیبوت میکنه و با آسکا درگیری رو آغاز کرده و توی رسلمینیا قراره سر کمربند زنان را با آسکا مسابقه بده. درگیری این دو در رسلمینیا میتونه دو بخش یا دو حالت داشته باشه. اول اینکه اگه بخوان همینطوری تک به تک مسابقه رو برگزار کنن، بهتره که ریا ریپلی قهرمان جدید کمربند زنان را بشه و تبدیل به فیس اول کمپانی بشه و آسکا در رده دوم قرار بگیره و کمتر بهش فشار بیارن. آسکا توسط شینا مصدوم شده و دندوناش از جاش کنده شده بودن و احتمالاً ضرب مغزی هم شده، اما میبینیم که دوره استراحت آسکا خیلی کم بوده و دارن بهش فشار میارن. دوم این که مسابقه تریپل ترید باشه و پیتون رویس رو وارد این مسابقه کنن که در این حالت بهتره پیتون رویس برنده مسابقه شو، بعد پیتون با ریا درگیری رو ادامه بدن. چرا؟ چون اگه این اتفاق نیفته الکی پیتون رو از بلیکی جدا کردن و تک تیم خوبی به نام آیکانیکس رو سر هیچ و پوچ از هم پاشوندن. یه پرانتز به وجود میاد، اونم شارلوت فلره. شارلوت الان درگیر ویروس کرونا شده و اسمش از شوها خط خورده. ابتدا امیدوارم که شارلوت فلر هرچه زودتر سلامتی کاملش رو به دست بیاره و بعد فکر قهرمان شدن شارلوت از سر مالکان کمپانی دبلیو حداقل برای یک سال بره بیرون. مسابقه بعدی مسابقه نو هولدز بارد بین شیمس و درو مکینتایر برگزار میشه و یه مسابقه نسبتاً طولانی که از اون مسابقاتیه که دلیلش معلوم نیست. و چرا این مسابقه برگزار شد؟ مثلا اگه میگفتن برنده این مسابقه با بابی لشلی سر کمربند WWE توی رسلمنیا مسابقه میده بهتر بود، یا این مسابقه ای که ما یه بار دیگه هم تو شو را دیده بودیم درو برنده این مسابقه میشه و بعد اعلام میشه که در مین ایونت شب اول رسلمنیا 37 درو در مقابل بابی لشلی سر کمربند WWE مسابقه میده. شیمس کاملا سر هیچی با درو مکینتایر درگیر شده و هیچ راهی برای این که بگیم هدف شیمس اینه که قراره توی رسلمنیا حضور داشته باشه و خودی نشون بده به وجود نیاوردن و فقط مصونیت از ناحیه کمر برای درو مکینتایر ایجاد کردن. درگیری این دوتا اگه بعد رسلمنیا بود یه چیزی، اما تو مسیر رسلمنیا واقعا مسخره است. مسابقه یکی مونده به آخر، الکسا بلیس در مقابل رندی اورتون، نوع مسابقه اینترجندر. توی این مسابقه که اصلا نمیشه اسمش رو مسابقه گذاشت، همون اولش رندی اورتون تگری زد و بعد الکسا بلیس وارد میشه و رندی به سمت الکسا حمله ور میشه که الکسا جاخالی میده و رندی به خودش شولدر میزنه و از رینگ خارج میشه. الکسا بالا رو نگاه میکنه و چراغایی که روی سقف گوی آویزون بودن میافتن جلوی رندی و بعد هم آتیش سمت صورت رندی شلیک میکنه که یه دفعه دفیند از وسط رینگ ظهور میکنه و به رندی سیستر ابیگیل میزنه و الکسا میره برای پوزیشن راید و برنده مسابقه‌ای که حتی رندی الکسا رو لمس هم نکرد و هر تماس فیزیکی رخ داد از سمت الکسا بود، الکسا معرفی میشه. اما برنده اصلی به نظرم با این پوزیشن کاور که همه دوست داشتن جای رندی باشن، رندی اورتون بوده. اینطور فکر نمی‌کنید؟ به هر حال دفیند با ماسک سوخته که بدون شک کاسبی خوبی توی هالووین میتونه راه بندازه برمیگرده و ماسک جدیدش منو یاد ترکیب ماسک جیسون و کوری تیلور انداخته. به نظرتون شبیه نیستش؟ توی کامنت بهم بگید. به هر حال دفیند و رندی توی رسلمنیا قطعا مسابقه خواهند داد، اما
میتونستن خیلی بهتر از این عمل کنن. کاش که حداقل رندی یه مشت آهسته حتی به آلکسا میزد که بگیم حداقل یه درگیری بوده. نه هیچ. حتی به خاطر سبک جذاب کاور کردن آلکسا، صدای زن رندی اورتون در میاد و توییت میکنه که دختر کوچولو تو فقط باید میکردیش. که رندی هم در جواب میگه ظاهرا همسرم زیاد به آلکسا اهمیت نمیده و شاید سولجا بوی فیک بودنش رو بهش بگه. هشتگ این توییت رو رندی الانه پاک کرده و فکر میکنم شبش خونه راش نداده زنش. بگذاریم. آخرین مسابقه پیپر ویو فصلین 2021 دانیل برایان در مقابل رومن رینز سر کمربند یونیورسال با حضور افتخاری اج در کنار رینگ برگزار میشه. این مسابقه به نظر من از نظر کیفیت انگار مین ایونت رسلمانیا بود و دو کشتیگیر مخصوصا دانیل برایان عالی کار کردن و شرایط جوریه که دانیل بهتر از اج خودشو نشون داده و بیشتر من دلم میخواد که دانیل در مقابل رومن باشه و شکستش بده تا اج، چون دانیل پتانسیل اینو داره که به خوبی از پسش بر بیاد و بعد از درگیری نفسگیر این دو، زمانی که رومن میخواست به دانیل اسپیر بزنه دانیل جلوشو میگیره و زمانی که دانیل خواست با زانو بره تو صورت رومن، رومن جاخالی میده و ضربه رو داور مسابقه دریافت میکنه و اج به عنوان داور مسابقه وارد رینگ میشه و داوری مسابقه رو به عهده میگیره و جریان مسابقه ادامه پیدا میکنه که سر و کله جی اوسو پیدا میشه و به اج و دانیل سوپر کیک میزنه و صندلی رو وارد رینگ میکنه و میخواست با صندلی ترتیب دانیل برایان رو بده که دانیل اجازه نمیده و یه رانینگ نی مهمونش میکنه و بعد با صندلی چهار بار میزنه به کمر جی اوسو و جی از رینگ خارج میشه و میرسه جایی که دانیل رومن رو به زانو در آورده بود و حتی رومن تسلیم هم شد، اما دانیل رو برنده مسابقه اعلام نکردن و اج با صندلی دخالت میکنه و هم دانیل و هم رومن رو میزنه و سالن رو ترک میکنه و داور دیگه ای وارد میشه و رومن بدون انجام هیچ حرکت دیگه ای فقط دانیل رو کاور میکنه و برنده مسابقه رومن رینز اعلام میشه و از عنوان قهرمانیش با اینکه تسلیم دانیل برایان هم شده بود دفاع کرد. مسابقه یه رومن و اج سر کمربند یونیورسال برای مین ایونت شب دوم رسلمنیای 37 ثبت شد و گویا توی سایت از دستشون در رفته و پلنی که برای دانیل برایان داشتن لو رفته و دانیل برایان به عنوان هال اف فیم 2021 قرار بوده که شناخته بشه و این مسابقه ممکنه آخرین مسابقه دانیل برایان بوده باشه، اما هیچی معلوم نیست و مثل باتیستا که قرار بود هال اف فیم 2021 معرفی بشه یه دفعه لحظه آخری جریان عوض شد و اسمش از هال اف فیمر های 2021 بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشه خط خورده. یعنی آیا تونی خان با باتیستا صحبتی کرده و قرار باتیستا بیاد AEW که این اتفاق افتاده، یا داستان چیز دیگه ایه؟ چیزی تا رسلمنیا 37 باقی نمونده و رسلمنیا 37 مثل سال قبل در دو شب برگزار خواهد شد و در تاریخ 10 و 11 آپریل میتونیم شاهد مهمترین پیپر ویو کمپانی WWE باشیم که قراره این پیپر ویو با حضور تعداد محدودی از تماشاچیان برگزار بشه. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. نظراتتون رو کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید. همچنین این امکان وجود داره که از طریق سایت raymit.ir/thegametriple6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مثل همیشه مراقب زیباییاتون باشید.